راه جلوگیری از جنگ و تنشهای خطرناک نظامی در منطقه مذاکره است در خلال هفته گذشته و همزمان با برگزاری نشست کشورهای گروه هفت مانورهای دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی در زمینه سنجش امکان مذاکره با آمریکا طوفان رسانه‌ای ای به همراه داشت با حضور محمد جواد ظریف در روز یک شنبه گذشته سوم شهری ماه در محل اجلاس گروه هفت در شهر بیاریتس فرانسه رسانه های مجاز درون کشور و رسانه های جهان سریعا این خبر را به شکلی باستاب دادند که گویا تحولاتی مهم در عرصه روابط ایران و آمریکا در راه است. روز دوشنبه چهارم شهری ماه حسن روحانی برخلاف موزگیری قبلی خودش و علی خامنه ای که مذاکره با دونالد ترامپ را منتفی دانسته بودند گفت گویی در گوش بعضی ها پنبست و هرچه ما میگوییم آنها میگویند مذاکره چه خاصیتی دارد اگر بدانیم ملاقاتی منافعمان را تأمین میکند دریغ نخواهیم کرد این موزگیری حسن روحانی در حالی انجام شد که در روز چهارم اردیبهشت ماه همین سال او در هماهنگی با موزگیری رهبر گفته بود ما با فرد چاقوکش و فرمول چاقوکشی مذاکره نمی کنیم و قبول چنین مذاکره به معنای زلت و تسلیم است از روحانی باید پرسید اشاره او به ذلت و تسلیم چه کسی است همچنین تنها یک روز پس از اعلام آمادگی رئیس جمهور حکومت ولایی برای مذاکره با ترامپ آن هم به خاطر مردم روز سهشنبه پنج شهری ماه موزگیری حسن روحانی باز هم تغییر جهت داد و بار دیگر و در همداستانی با ولی فقیه گفت هر گونه تحول در رفتار ما از توبه آنها آغاز می شود. با احترام و تکریم انقلاب و نظام و حقوق ملت ما را به رسمیت بشناسند و از خطاهایشان بازگردند محمد جواد ظریف هم در همان روز با اعلام همان موازه قبلی رژیم ولایت فقیه گفت ملاقات رئیس جمهوری ایران و ترامپ غیر قابل تصور است و روحانی هر گونه مذاکره با آمریکا را به بازگشت ترامپ به برجام مشروط کرد این موزگیری های زد و نقیز اخیر حسن روحانی را باید همراه با صحبت های او در روز سی و یکم مرداد ماه و همصدا شدنش با سران سپاه در مراسم رونبایی موشک باور 373 در نظر داشت که گفت در صورت بروز بحران در منطقه آمریکایی ها اولین کسانی هستند که فرار می کنند ادعایی که با واقعیت ها و تجربه سازگار نیست و فرضی است بسیار خطرناک و غیرمسئولانه زیرا ساختار سیاسی و ماشین جنگی آمریکا نشان داده است که در صورت لزوم اراده و توان کشتار و ویرانگری عظیمی در خود دارد توجه برانگیز این که شخص علی خامنه ای از هفته گذشته درباره این مانورهای دیپلماتیک هیچ گونه اظهار نظر مستقیمی نکرده است هفته پیش در کنار انتقادها و کنایه های معمول بوخچی های دستگاه ولایت مانند حمید رسایی و حسین شریعت مداری تنها واکنش از جانب خامنه ای به بازنشت ویدیویی سخنان پیشین او در زمینه مخالفتش با اصل مذاکره با آمریکا در یک کانال تلگرامی به نام اخبار رهبر انقلاب محدود می شد. در پیش گرفتن چنین موزگیری های پرنوسان و دوگانه از جانب حسن روحانی نه تنها تعجب برانگیز نیست بلکه روال معمول اوست برخی تحلیلگران دلیل رخدادهای های هفته اخیر را با افسایش سطح نگرانی ها در مورد وضعیت بحرانی و پدید آمدن اختلاف نظر بین اصحاب قدرت نظام و کنش های جناهی در ارتباط می داند. به هر صورت تجربه نشان داده است که حسن روحانی و کادر دیپلماتیک جمهوری اسلامی مخصوصا حامیان پرنفوذ جناح اعتدال گرایی در زمینه تصمیم ها و حرکت های تعیین کننده در عرصه بین المللی هیچگاه بدون تایید و پشتیبانی علی خامنه ای وارد عمل نشده ان. همچنین برخلاف موزگیری موکد کنونی علی خامنه ای مبتنی بر مذاکره نکردن با آمریکا تجربه نشان داده است که در صورت لزوم او با نرمش قهرمانانه موزگیریش را تغییر جهت می دهد همچنان که سلف او آیت الله خمینی نیز برای اتمام جنگ ایران عراق جام زهر را نوشید اما آنچه مهم است زمان این تغییر جهت دادن هاست که همواره پس از وارد آمدن ضربه های ویران ساز بر کشورمان صورت گرفتهاند. و تنها از سر استیصال و به منظور تداوم نظام بودند. با وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی کشور کل طیف برجوازی کلان در کشور از آینده خود بیمناک شدند. زیرا به درستی تشخیص دادند که سیاست کنونی سران حاکمیت و در رس آن خامنه ای نتوانسته و نمیتواند منافعشان را در برابر تحریم های آمریکا حفظ کند. از این روی نمایندگان سیاسی این سرمایداران چه صاحبان سرمایه های حاصل از روابط بروکراتیک نظامی و چه صاحبان سرمایه های مالی تجاری خصوصی و شبه خصوصی در حرم قدرت گاه در رقابت و گاه با همکاری با یکدیگر در صدد یافتن راه چاره اند. این فرایند تقابل و در این حال وحدت به صورت همزمان در بین جناهای قدرت به بروز حرکت ها و گفتمانی متضاد در درون حاکمیت منجر می شوند. برای مثال یک روز آنان در کنار هم و با تمجید از یکدیگر رونمایی از یک موشک را جشن می گیرن. اما روز دیگر و در جای دیگر با پخش سریال تلویزیونی مانند گاندو علیه وزیر خارجه و بردن شکایتشان به ولی فقیه با یکدیگر در میفتن روزی دیگر هم برخوردشان رنگ عوض کند و سایت سپاه نیوز با آب و تاب گزارش میدهد که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در حمایت از وزیر خارجه گفته است محمد جواد ظریف مسئول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و همواره مورد تایید و حمایت مقامات عالی نظام بوده و هست میتوان گفت که در هفته های اخیر دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سطح منطقه و در ارتباط با اتحادیه اروپا همراه با برخی پیشرفتها بسیار فعال بوده است و طی این مدت حسن روحانی حداقل پنج بار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفتگوهای تلفنی مفصل داشته است بنابراین تحولات و مانورهای دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی در مورد حضور ظریف در محل اجلاس کشورهای گروه هفت در هفته گذشته را نمی توان های غیر مترقبه و برنامه ریزی نشده ارزیابی کرد بی است که سران نظام و در رس آنان خامنه ای در جریان این فعالیت های دیپلماتیک و برپایی طوفان رسانه ای نبوده باشند اما آنچه که همچون عاملی مشترک در تمامی حرکت های دیپلماتیک رژیم ولایی میتوان مشاهده کرد حفظ ظاهر نظام و آبروی جایگاه تسلیم ناپذیر ولی فقی و مخصوصا استمرار قدرت مطلق آن در درون کشور در برابر مردم است این خط قرمز علی خامنه‌ای و سران نظام است و مانورها و برپایی توفان رسانه‌ای دستگاه دیپلماتیک رژیم در هفته پیش موید این واقعیت بود چنان که در خلال آن رئیس جمهور ولایت فقیه شرط مذاکره با آمریکا را توبه کردن و آمریکا و احترام و تکریم به انقلاب و نظام اعلام کرد توجه برانگیز اینکه مصطفی تاجزاده هم ضمن تأکید بر اصل مذاکره آن را مشروط به حفظ اهرم‌های قدرت دانست. از آقای تاجزاده باید پرسید منظور او کدام اهرام های قدرت است و در دست چه کسی باید حفظ شوند از یک سال پیش سیاست های جمهوری اسلامی در قبال تهدید های روزافزون دولت ترامپ با وجود کشقوس های آن اما در مجموع و در اساس این دیدگاه خامنه ای در جریان آنها پیش برده شده است جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد و استدلال او در این دیدگاه در سخنرانی 22 برداد ماه 1397 این بود ترسوها شبه جنگ را بزرگ نمایی می و تأثیر تحریم ها هم کم اهمیت است واقعیت ها اما در یک سال گذشته کاملا برخلاف گفته نماینده خدا بر زمین شک گرفتند خطر برخورد نظامی و از جمله میتوان اشاره کرد به حملات فضاینده اسرائیل به موازی نیروهای ایرانی در منطقه افزایش پیدا کرده است تأثیر تحریم ها هم بسیار مخرب بوده است کشورمان در وضعیت بحرانی خطرناک و پیچیده قرار دارد بنابراین تحلیل دقیق و پیشبینی رخدات های آینده امری ساده و آسان نیست اما چند واقعیت عینی بسیار مهم زیر را در واکاوی شرایط کنونی میبایست در نظر داشت فشار حد اکثری از طریق تحریم های مالی خزانداری آمریکا بر اقتصاد ملی ادامه خواهد داشت و در این عرصه حاکمیت ولایی برای خونسا کردن تحریم ها و دفاع از کشور توان کافی ندارد جنگ اقتصادی ویرانگر آمریکا بر ضد کشورمان امکان روی آوردن به سوی برخورد نظامی و شغل و کردن آتش جنگ را در بطن خود می برتری و توان بالای ماشین جنگ آمریکا در حدی است که در صورت بروز برخورد نظامی در کوتاه یا میان مدت ضربه های شدید بر نیروهای نظامی ایران وارد خواهد آورد و ادامه آن به جنگی دامندار دار با تلفات جانی و مادی عظیم منجر خواهد شد زد و های نیابتی و پهبادی بین اسرائیل و نیروهای سپاه در منطقه می توانند به ورود سریع آمریکا در تقابل گسترده نظامی منتهی شوند دولت ترامپ برخلاف های قبلی آمریکا اجازه تعرض و هیطه عمل وسیعتری را به اسرائیل برای مقابله با مواضع برون مرزی سپاه داده است حمایت نکردن کشورهای اروپایی از سیاست های ترامپ در قبال رویکردهای کردهای حمله نظامی و یا نابودی اقتصاد ایران را نمیتوان به طور قطع عاملی بازدارنده در برابر این دو روی کرد از سوی آمریکا به حساب آورد. باید به خاطر داشت که آمریکا برخلاف رأی سازمان ملل و با وجود مخالفت اروپا به اراق حمله ور شد در صورت نادیده گرفته شدن واقعیت های اینی پیش گفته و لحاظ نشدن آنها در سیاست های آتی جمهوری اسلامی در چند ماه آینده دیر یا زود کشور ما در شیب تند پردگاهی به حال سقوط قرار خواهد گرفت حزب توده ایران معتقد است که مسیر فعالیت ها و کانال های دیپلماتیک نباید به هیچ وجه مسدود شوند و مذاکره برای پیشگیری از جنگ و ایست فرایند نابودی اقتصادی در شرایط حاضر تنها راه ناگزیر است در این ارتباط در جدول زمانی چند هفته آینده می باید از تمامی فرصت ها مانند حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اوایل مهر ماه آینده به منظور پایین آوردن میزان تنشا حداکثر اکثر بهره را باید جست همچنین از عملیاتی شدن به گام سوم در کاستن از تعهدات برجامی پس از ضرب العجل هجری شهری و ماه از سوی ایران باید اکیدن خودداری کرد اقدام به کاهش از تعهدات برجامی غیر از افزایش سطح تنش ها با آمریکا و حتی با اروپا تأثیر دیگری نخواهد داشت آینده کشور ما از سوی یکی از خصمان ترین محفل های امپریالیسم آمریکا یعنی گروه بندی راست افراطی ترامپ با خطرهای بسیار جدی روبروست باید با بسیج افکار عمومی و با ترد دیدگاه و سیاست های خانمان برانداز رژیم ولایی در راستای جلوگیری از سقوط کشور در ورطه نابودی اقتصادی و تنشهای فزاینده نظامی جلوگیری و راه را برای مذاکره جدی و رسیدن به توافق بر اساس منافع ملی کشور گشود به نقل از نامی مردم شماره 1085 دوشنبه 11 شهریور ماه 1398